میکنی کسی که امام حسین علیه السلام رو نداره چی نداره؟ فکر میکنم کسی که امام حسین رو نداره دقیقا اون نوری که تو تاریکی نیاز داری برای اینکه راحت رو پیدا کنی یا نداری، اون چراغت تو شب نداری. و فکر میکنی کسی که داره چی داره؟ میگن حسین سفینه نجات دیگه. یعنی خود من که اینجوری بودم، هر جا که به در بسته خوردم، هر جا که فکر کردم رشته با خدا پاره شده، به امام حسین رجوع کردم و از طریق امام حسین دوباره به خدا رسیدم. امام حسین من به زبون عامیانه بخوام بگم، لوتی ترین و نترسترین و مشتی ترین آدمیه که میشه به زمین تصورش کرد. چرا امام حسین رو دوست داریم؟ اولش خدا شروع میشه دیگه. وقتی خدا خود یکی رو میاد خلیفت الله قرار میده، تو نمیتونی عشق به امام حسین نداشته باشی. و کسی که تو راه خدا همه چیشو اینجوری میده، مگه میشه شیعه باشی دوستش نداشته باشی؟ برای این دوست داشتن چیکار کردی؟ سعی کردم اول بنده خوبی باشم. یعنی اگه یه روزی با امام هم چش تو چش شدم، حق و ناس کردنم نباشه. ولی همیشه فکر میکنم خب من چند ساله که دارم توی هیئت نوکری میکنم برای امام حسین، مراسم داریم، همیشه این تصور دارم که وقتی یه سفره‌ای برای امام حسین میندازی، خود آقا جلو داره. بخاطر همین من همیشه جای درکی باید میسیم یه ذره این برتر باید میسیم، چون میدونم که نظر داره به تمام شیعیانش. فکر کن که خونه امام حسین علیه السلام دو سه تا پلاک اون برتر خونه شما باشه. همسایه ای اگه واقعی باشه، من یه جا میندازم چه درشون. جدی میگم اینو، یعنی فقط یه آرزو تو سینه دارم که دست خودم نیست بهش برسم، اونم دیدن امام زمانم. فقط ببینمش، اگه ببینمش فکر میکنم راضی باشم لحظه ازش جدا بشم، حتی اگه جلو در خونش یه اتاق کوچیک به من بده. نداری بری خونش رو؟ حالا هر دفعه یا دفعه اول دوست داری چی ببری؟ سعی میکنم یه روح تمیز براش ببرم. لجز بخون و فکر کن که کنار امام حسینی و میخوای بری به جنگ. البته واقعیت با تصور سخته و شاید خدا میدونه اگه همچین اتفاقی بیفته، تبل جنگ نباخته بشه، میگم مرد از نامرد جدا میشه، ما چقدر پای کاریم. ولی روزی که وجودم میگه قطعا نفر اول صفم با حلم مبارزی که اصلا مهم نیست برام کی قراره جلوم وایسه. و اینا از ته دلم میگم، بزرگترین و بزرگترین و بزرگترین آرزوم اینه که یه روزی برای امام زمان بجنگم. و شیرین ترین لحظه زندگی من اینه که در راه امام زمان شهید بشم. و موقعی که براش میجنگم، به قول شما یه لبخند بشه، یه لب آقا بشه، حس رضایت که چه خوب برای من میجنگ. من پیش خدا اول رو سفید کن، کمکم کن که اهل بیتی بمونم. مرگ من در راه خدا و اهل بیت بشه و چشمای این بنده حقیر زیارت آقای امام زمان رو به طور واقعی و سربازی برای آقای امام زمان رو محقق کن.